ملک تا ملکوت. بر اساس کتاب بدایع الآثار و منابع تاریخی دیگر، قسمت 18. در سال 1894 میلادی که دو تن از بهائیان به آمریکا مهاجرت نمودند، توانستند تعداد زیادی از نفوس را با آیین حضرت بهاءالله و فرزندشان حضرت عبدالبها آشنا کنند. رفته رفته با تلاش پیروان و مؤمنین جدید در آن خطه، دیانت بهایی منتشر می شد و در این میان آقای ادوارد گتسینگر و همسرشان لوا سهم قابل توجهی داشتند. آن دو تن توانستند با عشقی که به حضرت بهاءالله داشتند، یکی از زنان سرشناس آمریکا را تشنه این آیین نمایند، به طوری که اشتیاق سفر به عکا و دیدار حضرت عبدالبها در دل آن بانو شعله ور گردید. پس راهی پورت سعید هستی حیدر علی؟ این بار ببینم با چه حکایتی برمیگردی. چه حکایتی عجیب تر از این که یک بانوی غربی به همراه عده‌ای برای اولین بار به زیارت حضرت عبدالبها می آیند. نامه حضرت عبدالبها دعوت این دوستان غربی به عکا است. راست میگویی، حکایت حیرت انگیزی است. حضرت بهاءالله چندین وظیفه مهم به حضرت عبدالبها سپرده بودند. یکی همین بود که پیام پدر بزرگوارشان را به مردم دنیا برسانند. حال که در زمان حیات حضرت بهاءالله بهائیان در شرق از مصر تا چین، از روسیه تا هندوستان وجود دارند، باید اکنون این تعالیم اعظم در قارات اروپا و آمریکای شمالی هم پذیرفته شود. میبینم که اینجا پر از زائر و شیفته منجی عالم بشریت خواهد این شد. یک پیروزی عظیم است و چقدر جناب محمد تقی منشادی را شاد می کند. او که از جوانی از ایران آمده بود، تجارت کوچکی در حیفا راه انداخت. با آن قلب پاک و صادقش همیشه مورد اعتماد بود و این سالها تنها واسطه ارسال و دریافت نامه ها شد. و چه تعداد از زائرین را با مهر و محبت در خانهش پذیرایی کرد و می کند. حضرت بهاءالله نگهدارش باشد. خب میرزا محمود، از اینجا دیگر باید جدا شویم. برو به سلامت. خیر پیش. سلامت باش. خدا نگهدار. در سال 1898 میلادی بود که حضرت عبدالبها این دوستان غربی را به عکا دعوت فرمودند. شب اول کالاسکه‌ای فرستادند تا بعضی از آنها را به منزل خودشان در عکا بیاورند. در آنجا به گرمی احوال پرسی و خوش آمدگویی کردند. چهره ایشان قلب مدعوین را به هیجان آورده بود. چشمان آبی روشن ایشان در نور شمع می درخشید، در حالی که زائران به دلیل حکمت لباس راهبه های مسیحی بر تن داشتند، ایشان عبای سفید همیشگی و ساده خود را پوشیده بودند. قدرت محبس ایشان از شخصیت شکوهمند و در عین حال خاضعشان تابان و نمایان بود. لوا، گویی وزنی ندارم و در پروازم. در تمام وجود حضرت عبدالبها پاکی و تقدس می درخشد. تمام ما در جوار ایشان به همین حال هستیم خانم هرست. می، من از رفتارت که در مقابل پاهای حضرت عبدالبها زانو زدی حیرت کردم. از خود بی خود شده بودم خانم هرست، مغلوب احساساتم شدم. اما نمی دانید وقتی ایشان به آرامی مرا بلند کردند و کنار خود نشاندند، محو گفتار ایشان شده بودم. حس نمی کردم در این جهان هستم. چه اقبالی نصیب ما شده که در جوار حضرت عبدالبها باشیم. ساده و مختصر صحبت می کنند، اما با محبتی بی نظیر که قلوب را آرام می کند. مانند سفر به عالم روح است. جناب گتسینگر چقدر مراقب ما هستند که در آسایش باشیم. اکنون که به آرامگاه حضرت بهاءالله می رویم، صدای قلبم را می شنوم. تمام وجودم به لرزه در آمده. این صدای قلب همه ماست می عزیزم. آنجا را ببینید، مانند عاشقی که به دیدار معبودش می رود، حضرت عبدالبها وارد میعادگاه شدند.
چه ایامی را گذراندیم دوستان. از همه برایم پر اهمیت تر روزی بود که می عزیز بیمار شد و قرار بود به کوه کرمل برویم. خیلی حیرت کردم که به خاطر بیماری می به مؤمنان حاضر فرمودند امروز جلسه‌ای بر کوه کرمل نخواهیم داشت. بسیار از خودم خجالت میکشم و از شما پوزش میخواهم. این چه صحبتی است می عزیز؟ مگر نفرمودند یکی از حبیبان الهی را نمیتوانیم تنها بگذاریم و بیمار را رها کنیم؟ همه ما آموختیم محبت و مهربانی، دلسوزی و شفقتی را که هر فردی شایسته آن است بالاتر از هر چیز قرار دهیم و ما هرگز تا قبل جلسه یا مهمانی را در چنین مواقعی لغو نمی کردیم. حقیقتا رفتار و منش حضرت عبدالبها چون معلمی الهی هر لحظه آموزشی را همراه دارد. حضرت عبدالبها با زائرین در سرا منتظر شما هستند. بفرمایید. برویم که بیتاب بیاناتشان هستم. برویم. بفرمایید. تمنا می کنم. الله اکبر. الله اکبر. خوشحال شدم از دیدنتان. بفرمایید. ممنون. آن روز وقتی حضرت عبدالبها با زائران نشسته بودند، پرسیدند آیا همه اینجا هستند یا خیر؟ سکوتی بر مجلس حاکم شد. ایشان با لطافت و مهربانی فرمودند رابرت کجاست؟ او غایب است. خدمتکار را می فرمایند؟ در خدمتم سرورم. حضرت عبدالبها برای او می ایستند. با محبت با او احوال پرسی می کند. از رابرت که یک خدمتکار بود خواستند که با بقیه بنشیند و رابرت با شادی از این توجه که تاکنون لمس نکرده بود کنار باقی زائران می نشیند و ایشان با این اعمال نشان دادند که تنها به آنچه شخص در قلب خود دارد علاقه مندند و هرگز به رنگ پوست و شغل یک نفر توجهی ندارند. لو هیچ نمیخواهم محضر حضرت عبدالبها را ترک کنم و به خانه خود بازگردم. به این مکان زنجیر شدم. برای من هم فکر ترک کردن ایشان سخت است. حضرت عبدالبها که راز قلوب آنها را از نگاهشان آگاه شده بودند با لبخندی مهرنگیز فرمودند من همیشه با شما هستم، زنده باشم یا نباشم تا پایان با شما هستم و هرچه ایمان شما قوی تر باشد قوا و مواهب شما افزون تر خواهد بود. این است میزان، این است میزان، این است میزان. حال به اروپا و آمریکای شمالی بروید. شما انواری هستید که باید منتشر شود. شما انواج آن بحر هستید که موج به عالم خواهد زد. به یکدیگر محبت کنید به همان قسم که من به شما محبت دارم. به یکدیگر به چشم کمال بنگرید. میبینی میرزا حسین، هر روز این همه زائر مشتاق به عکا می آیند و در بازگشت هر کدام به خدمتی مشغول می شوند. آنجا را ببین، به گمانم در آن کالسکه زائر دیگری آمده. همان زائری است که قبلا هم آمده بود میرزا محمود. خانم آمریکایی لورا دریفوس بارنی در دورانی که حضرت عبدالبها درون دیوارهای شهر به شدت محصور بودند بارها در عکا ایشان را زیارت کرده. آری شناختم. الله و ابها دوستان. الله و ابها، خوش آمدی. الله و ابها خانم بارنی. با این همه مشغله که حضرت عبدالبها دارند یقیناً با ایشان نیز ملاقات‌های زیادی خواهند داشت. ملاقات با این بانو بسیار اهمیت دارد. شنیدم فرمودند این بانو قصد دارد تمام سوالاتی که دارد را یادداشت کند. برای آیندگان بسیار مفید خواهد بود. مرجعی برای مشتاقان می شود. چه خوب. من بروم در شهر دوری بزنم و اوضاع را بررسی کنم. با اجازه میرزا حسین. به سلامت. من هم به کرمل می روم ببینم کاری هست انجام دهم. حضرت عبدالبها هر روز در وقت غذا خوردن که ایشان آن را لحظات خستگی خود می خواندند با لورا دریفوس بارنی به همراه یونس خان که وظیفه ترجمه کردن را به عهده داشتند درباره مطالعاتش گفتگو می فرمودند. خانم بارنی سوالاتشان را به انگلیسی می پرسیدند و
جناب یونس خان ترجمه می کردند و بالعکس بیانات حضرت عبدالبها که به فارسی بود را برای خانم بارنی ترجمه می کردند. حضرت عبدالبها صبورانه و به کندی به سوالات او پاسخ می گفتند و اجازه می دادند او پاسخهایشان را بنویسد. بعداً یادداشت‌ها را مرور فرموده و پاسخ‌ها را تایید می‌کردند. این کار ماه‌ها به طول انجامید تا زمانی که این یادداشت‌ها تبدیل به یک کتاب شد. کتابی تحت عنوان مفاوضات که به چاپ رسید. حضرت عبدالبها به عنوان مبین پیام پدرشان دائما آثار ایشان را توضیح می‌دادند. این کتاب مثالی برای تبیین آیات به شمار رفت و یکی از سوالات این بود: آیا انسان ها می توانند خدا را درک کنند؟ حضرت عبدالبها با مهربانی فرمودند: عرفان الهی غیر ممکن است، اما ما می توانیم خداوند را از طریق فرستادگانش بشناسیم. آنها آیینه های الهی هستند که شکوه و قدرت او را در این عالم منعکس می سازند. اگر از تعالیم پیامبران الهی پیروی کنیم، به خدا مطیع هستیم. حضرت عبدالبها به سوالات زیادی پاسخ دادند. مؤمنین و پیروان شرق و غرب هزاران نامه به ایشان فرستادند. بسیاری از اوقات ایشان در هر روز صرف پاسخ دادن به سوالات بهائیان در سراسر عالم می‌شد. الله اپا دوستان. الله اپا. رسیدن به خیر جناب حیدرعلی. الله اپا. خوش آمدید. خوش آمدید. بفرمایید. میرزا، برای میرزا حیدرعلی یک چای خوش عطر بیاور که خستگی از جانش در برود. خستگی هم در همان ایران رفع شد و با سرور قلبی حضرت عبدالبها از شنیدن اخبار خوش ایران قوتی گرفتم بی حساب. و زین آقا خیر باشد، بگو ما هم دلخوش و مسرور شویم. از کجا شروع کنم که لبریز از شوقم یاران؟ تحت هدایات حضرت عبدالبها جوامع بهایی در ایران چه ها که به دست نیاوردند. مؤمنین در وطن ایشان ساختمان و محلهایی برای تجمع پیروان بنا کردند که در آنجا با هم ملاقات و مشورت می کنند و برای بهبود وضع مملکت اقداماتی انجام می دهند. شروع به ساخت مدرسه کردند. حتی قرار است برای دختران مدرسه بازگشایی شود. حتی در روستاها برقرار شده که ایشان در مورد هزینه و معلمانی که بتوانند به اداره آنها کمک کنند ترتیباتی فراهم نمایند. این مدارس به روی همه کودکان باز خواهد بود. همه کودکان؟ منظورت چیست؟ دختر و پسر، فقیر و ثروتمند، از همه پیشینه ها و مهمتر از همه دیگر فقط مذهب و نگارش نیست، تمامی علوم حتی آموزش جسمانی و بهداشت را نیز فرا خواهند گرفت. ایشان فرمودند بسیار مهم است کودکان از تحصیلات خوبی برخوردار باشند تا هنگام بزرگ شدن به دیگران خدمت کنند. علاوه بر این تأسیس بیمارستان و باغ و خوابگاه و ساخت عبادتگاه که پیروانشان در آن مکان روحانی به دعا و مناجات بپردازند و به روی همگان نیز باز باشد. کاری که میرزا محمد تقی وکیل و دوله در عشق‌آباد با چنان عشق و شیفتگی به سرانجام رساند و آن عبادتگاه زیبا را بنیاد نهاد. یادت هست حسین آقا، به مجرد قرائت رساله ایقان لبیک گویان به عراق شتافت. کوه و بیابان را از آتش اشتیاق پیمود تا به عراق وارد شد. چنان نورانی شده بود که مؤمنین او را در عراق افنان ملیح می‌خواندند. خوشگفتار و خوشکردار. پس از رجوع به ایران هم سر از پا نمی شناخت و اقدام به انتشار آیین بهایی به بسیاری از افراد کرد. با وجود آن همه تجارت و املاک و عروضی و ثروت همه را گذاشت و به ساخت عبادتگاه برای پیروان پرداخت. چه خدمت عظیمی کرد. اولین عبادتگاه بهائیان در عشق‌آباد. حضرت عبدالبها هر وقت محزون می شدند به ملاقات ایشان می رفت و می فرمود بشاشت غریبی دارد. فوراً فرح و سرور رخ می دهد. روحش شاد. خلاصه که دوستان، تعالیم حضرت بهاءالله با هدایات مبین آیاتش و پیمان الهی مؤمنین در حال اجرا در سراسر عالم شده است. تبارک الله. مبارک باشد. به خیر و برکت.
شنوندگان عزیز، به پایان قسمت دیگری از نمایش رادیویی ملک تا ملکوت رسیدیم. ادامه این داستان را در قسمت بعد از پرژی ام بی ام اس خواهید شنید.